أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادتان قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به بمن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. در جریان شهادت گاهی گفته می شود اتحاد شاهد و مدعی مقبول نیست. این سخن ناصواب است، برای اینکه اگر مدعی غیر حق باشد و غیر معصوم باشد، او باید برای اثبات دعوای خود شاهد اقامه کند. ولی اگر مدعی حق باشد، همین که چیزی را ادعا کرد یقینا ثابت می شود. درباره ذات اقدس اله که حق محض است و هر گونه حق هم از خداست که الحق من ربه و هو یقول الحق و هرگز باطل نمی گوید، اگر چیزی را شهادت داد یقینا حق است، بلکه اگر چیزی را ادعا کرد حق است، نیازی به شاهد ندارد، درست به این که اون شاهد این مدعی باشد یا غیر مدعی. پس وحدت شاهد و مدعی جایی باطل است که اون مدعی حق محض نباشد، و اگر اون مدعی حق محض بود نیازی به شاهد ندارد، و اگر هم خود شهادت داد تأکید بر ادعای اوست. ذات اقدس اله در قرآن کریم ادعای وحدانیت کرده است که مکرر فرمود خداوند واحد است لا شریک له لیس کمثله شیء و ماننده. خودش هم به عنوان شاهد اینچنی یاد کرد که شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائم بالقسط. در مسئله شهادت ذات اقدس اله بر توحید، یک وقت بحث است که الوهیت شهادت به وحدانیت میدهد، که یه معنای حقی است که در سوره بارکه آل عمران گذشت. اصلا الوهیت ذاتا شریک پذیر نیست، چیزی که نامتناهی است در کنارش غیر نمی گنجد. یه وقت شهادت فعلی است نه شهادت ذاتی، و اون این است که نظم عالم، تنسیق عالم، هماهنگی عالم نشون میدهد که بیش از یک مبدأ در عالم نیست. برابر آیه سوره انبیا که لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا، که این نظم عالم دلیل است بر اینکه ناظم یکی است. و از کلمه قائما بالقسط شاید بتوان این معنای دوم را اراده کرد. قسم سوم شهادت خدا شهادت های قولی است که خود قرآن کریم که کلام خداست بیان خدا را ما ابلاغ میکند که خدا میفرماید من شریک ندارم. این در این حال که از یک سو ادعاست شهادتم هست. پس وحدت شاهد و مدعی در غیر حق مردود است و در حق یقینا مقبول است. دلیل بر استحاله وحدت شاهد و مدعی اقامه نشده. اونجا که مدعی حق محض نباشد، محتمل الجهل باشد، محتمل الکذب باشد، محتمل النسیان باشد، شاهد میطلبد. اما در جایی که جهل راه ندارد، سهو نسیان راه ندارد و کذب راه ندارد، جا برای تردید نیست. پس وحدت شاهد و مدعی در اونجا حق است. بله؟ حق محض هست، منتها اونها میگوین خدا در ذات شریک ندارد ولی در ربوبیت شریک دارد، ارباب متفرق قائلند. خدا حق محض هست ولی در ربوبیت شریک دارند. در قیامت هم گفتن اذن سبوی کم رب العالمین، اعتراف وثنیین در قیامت این است که ما این بت‌ها را
مساوی خدا می‌دانستیم، از اونها حاجت می‌طلبیدیم، اونها را شافی می‌دانستیم، رازق می‌پنداشتیم و ماننده. مطلب بعدی آن است که شهادت انبیا هم در همین ردیف است که انبیا شاهدند بر وحدانیت حق تعالی. چه که وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه برابر اون چه که در سوره مبارکه انبیا آیه 56 آمده است این چنین فرمود: قال بر ربکم رب السماوات و الارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین. انبیا مصداق کامل برای اولوالعلمند که در سوره آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوالعلم. اولوالعلم که شاهد وحدانیت حقن مصادیقی دارن که بارزترین اونها انبیا علیهم السلام. مطلب بعدی آن است که روایاتی که در زیل همین آیه آمده است فرمود تشبیه باطل است، تعطیل باطل است، اثبات حق که منزه از تشبیه و تعطیل باشد حق است که اونم در بحثای روایی لابد ملاحظه فرمود. مطلب دوم آن است که مشرکین اهل نماز بودند، منتها نماز اونا هم سوت زدن و کف زدن و امثال ذلک بود که در کنار کعبه انجام میدادن. ما کان صلاتهم عند البيت الا مكان وتسديه. در همون نمازهاشون شهادت میدادن که غیر از خدا آلهه دیگری هم هست که ربوبیت عالم را توضیح کرده. تزاد در این بخش از سوره انعام ذات اقدس را و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اونها بگو شما شهادت می دهید که غیر از خدا ارباب دیگر هست. اینکم تشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد. من در نماز و غیر نماز اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له می گویم. شما شهادت می دهید که غیر از خدا آلهه دیگر هست. مطلب دیگر آن است که این که فرموده و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، نشانه آن است که قرآن یک کتاب جهانی است، هم همگانی است و هم دائمی. برای اینکه اطلاق من بلغ هر دو قسمش آن می شود، هم کلی است هم دائم، هم همگانی است هم همیشگی. برای همگانی بودن او که اختصاصی به قوم و نژاد ندارد می توان پذیرش اسلام بسیار از افراد را در صدر اسلام یاد کرد تا معلوم بشود قرآن برای عرب زبان ها نیست، برای مردم حجاز مانند اون نیست. زیرا صهیب رومی ایمان آورد و اسلامش مقبول بود، بلال حبشی ایمان آورد و ایمانش مقبول بود، سلمان فارسی ایمان آورد و ایمانش مقبول بود. معلوم بشود قرآن برای مردم حجاز به خصوص حجاز نیست، برای رومی هم هست، برای ایرانی هم هست، برای حبشی هم هست. آفریقا و آسیا و همه این قسمت ها را اسلام دعوت کرده است، چنگه طوری نکشید که بسیاری از اونها اسلام آوردن. پس اطلاق و من بلغ شامل همه افراد در همه ازمان می شود، چنگ که اون جریان صدر اسلام نشون می دهد که اسلام مخصوص عرب ها نیست، قرآن مخصوص عرب ها نیست و مانند آن. و این که فرمود به ما ارسلنا من رسول الله برسان قومهی، ناظر به آن است که مثلا در طلیعه رسالت هر کسی از قومی برمی خیزد که در بین اونها به سر برده است که با فرهنگ اونها سخن بگوید. مطلب بعدی آن است که در باره معارف قرآن کریم حکمت نظر و حکمت عمل کاملاً با هم هماهنگ است. این مطلب را باید مکرر به عرضتون برسانیم، برای اینکه خود قرآن مکرر این معنا را ذکر میکند. یعنی قرآن یک کتاب علمی مصطلح نظیر کتاب‌های حکمت و کلام نیست که بحث‌های نظری محض را یه جا طرح بکند، چون که کتاب اخلاقی صرف هم نیست که فقط موعظه و دستور به عدل و تقوا داشته باشد. این کتاب حکیم است بر قول مطلق، بر قرآن الحکیم. هم حکمت نظری دارد که براهین معارف را مستدل ذکر می‌کند، هم حکمت عملی دارد که از راه موعظه و اخلاق هدایت مردم را به دارد، و هم بین حکمتین هماهنگی هست. یعنی شما در هیچ کتاب عقلی نمیبینید که برهانی بر توحید اقام بشود و بعضی از مقدمات او یا حدود وسطای بعضی از اون براهین مسائل حکمت عملی باشه. و در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه مشاهده میکنید وقتی ابراهیم سلام الله علیه میخواد برهان اقام میکند بر توحید حق، و این برهان را قرآن صحه گذاشت و خدا فرمود این حجت ماست که ما به ابراهیم خلیل دادیم،
و تلک حجتنا آتیناه ابراهیم، در تشریع احتجاج ابراهیم خلیل سلام الله علیه میبینیم مسئله ظلم را که یکی از فروعات حکمت عملی است در بحث حکمت نظری راه دادن. فرمود به این که اینی لا احب العافلین. خب محبت و عدم محبت جزء شون حکمت عملی است، این که در مسائل نظری راه ندارد. در هیچ مسئله ریاضی، در هیچ مسئله فلسفی، در هیچ مسئله کلامی کسی نمیتواند بگوید من چه مطلب رو چه شعر دوست دارم یا دوست ندارم. تو مسائل حکمت عملی و اخلاقیات و حقوق و مانند آن مسئله محبت و عداوت راه دارد، ولی در مسائل عقلی که محبت و عداوت راه ندارد کسی نمیتواند بگوید من این چنین میپسندم یا اون چنان رو نمیپسندم. ولی قرآن چون نور است بین حکمتین جمع کرده است، مسئله نظر را با عمل و حکمت نظر را با حکمت عملی هماهنگ کرده است. انسان خدا را برای اون میخواهد که دلپذیر باشد، مشکلاتش را با او در میان بگذارد، هوایش را از او بخواهد و مانند آن. خدا آن است که محبوب باشد و عافل محبوب نیست، پس عافل خدا نیست. اینی لا احب العافلین. به صورتهای گوناگون این حجت قابل تقریر است. میشود به صورت شکل ثانی تقریر کرد که خدا آن است که محبوب باشد و هیچ عافلی محبوب نیست، پس هیچ عافلی خدا نیست. یا اگر این خدا بود عافل نبود، چون عافل است پس خدا نیست، به صورت قیاس استثنایی میشه تقریب کرد. اگر خدا بود عافل نبود، چرا؟ در تلازم مقدم و تالی میشود گفت خدا آن است که محبوب باشد و عافل محبوب نیست، از این جهت خدا عافل نیست. پس اگر این اجرام ثوابی خدا بودن افول نمی کردن، چون افول دارن پس خدا نیست. مسئله محبت و مانند اون را در تبیین حکمت نظری ذکر کردن. آیه که امروز تلاوت شد نقطه مقابل آن است. یه وقتی انسان برهان قام میکند بر ابطال و شرک، نظیر آیه سوره انبیاء که فرمود دوکان فی امالت و الله لفسدتا، این برهان حکمت نظری محض است که ثابت میکند برای اینکه چون نظم در عالم هست معلوم میشود که دو ناظم نیست، یک ناظم. باید البته بین مقدم و تالی تلازم را اثبات شد و بطلان تالی را هم گوشتد کرد. گاهی سخن از ظلم است که لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک در مقابل ایمان یک کار حکمت عملی است، اما بحث توحید در قبال شرک به شرک در مقابل توحید، نه اعتقاد به وحدانیت. شرک در مقابل وحدت، وحدت در مقابل شرک، بحث حکمت نظری است. اونگاه لقمانی که از حکمت برخوردار است و به تعبیر قرآن کریم او حکیم است، فرزندش را که به حکمت نظری دعوت میکند با حکمت عملی همراه میکند. لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. البته شرک در مقابل ایمان جزء مسائل حکمت عملی است. ایمان عدل است و شرک ظلم. ولی برای اثبات اون مطلب نظری که خدا شریک ندارد، از همین لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم کمک گرفته می شود. چنگی در همین آیه محل بحث به مانند آن از حکمت عملی کمک گرفته می شود. و این است که فرمود به من اعلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. ببینید این سوره که مثلا سوره احتجاج است و تا کنون چند حجت درباره توحید و نبوت اقامه شده است و الان دوباره برمیگردن درباره مسئله توحید و نبوت و معاد، برهان نظری را با عملی هماهنگ کردن. چون قرآن نمیخواد فقط چیز یاد آدم بدهد در زیر کتابهای حکمت و کلام، میخواد انسان را مؤمن کند و نورانی کند. لذا همیشه حکمت عمل را با حکمت نظر هماهنگ میکند، حالا یا در یک آیه یا در آیات منفصل، بالاخره یا با دلیل متصل یا با دلیل منفصل، این حکمتین را به هم مرتبط میکند. فمود به من علم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. یه وقت از کسی در برابر خدا خود ادعایی دارد، در برابر رسول خدا خود ادعایی دارد، یه وقت است در برابر خدا و رسول خدا ادعایی ندارد، آیات الهی را تکذیب میکند. فرمود هر دو گروه جزء ظالمترین انسان ها هستند. از این که فرمود و من اعلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته،
نظیر اون چه در سوره لقمان آمده است، لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، معلوم بشود ظلم درکاتی دارد چون که عدل درجاتی دارد. بعضی عادلن بعضی اعدلن، در درکاتن بعضی ظالمن بعضی ازدمن. ظلم اگر درکاتی دارد به شدت و ضعفی دارد، باید بررسی بشد معیار شدت و ضعفش چیست. گاهی ظلم شدت و ضعفش به لحاظ اصل عمل است، خود این کار بد است. یه وقت انسان یک نفر رو میکشد، یه وقتی ده نفر رو میکشد، یه وقت یه جا رو منفجر میکند، یه وقتی ده جا رو منفجر میکند. خب خود این عمل شدت و ضعف دارد، قلت و خصت دارد. یه وقت است که نه، عمل شدت و ضعف نیست، پشتن ده نفر نیست، یک نفر است. انفجار ده جا نیست، یک جاست، منطقه اون یک جا خیلی مهم است. مثل اینکه کسی حرم مطهر امام رضا صلوات الله و سلام علیه رو منفجر میکنه، خب این خیلی فرق میکنه به اینکه انسان خانه کسی رو یا مغازه کسی رو منفجر بکنه. یه وقت است که به لحاظ متعلق ظلم است، یه وقت است به لحاظ فاعل ظلم است. خب پس شدت و ضعف ظلم به سه قسم تقسیم شد. یه وقت است به متن فعل است که ده تا قصد با یکی فرق میکند، ده جا را آدم منفجر بکنه با یه جا فرق میکند، ده تا مال را ببره با یک مال را ببره فرق میکند، سرقت یک مال با ده تا مال فرق میکند. این شدت ضعف به لحاظ متن خود عمل است. یه وقت است که نه، عمل واحد است ولی متعلق عمل فرق میکند. مثل اینکه یه وقت خانه شخص عادی را انسان منفجر میکند، یه وقتی حرم اهل بیت علیه السلام رو منفجر میکنه که این متعلق فرق میکنه. یه وقت هست به لحاظ متعلق نیست، به لحاظ خود فاعل است. این کار درجه پنج از ظلم است. مثلا متعلق او هم فرد عادی است، خود ظلم هم درجه پنج از ظلم است، یه درجه مشخصی که درجه ده از ظلم است، ولی فاعلش با فاعل های دیگر فرق میکنه. همین ظلم را اگر یه آدم عادی بکند قبحش عادی است، اگر یه روحانی بکند قبحش بیشتر است، اگر امام بکند قبحش بیشتر است، اگر پیغمبر بکند قبحش بیشتر است، به لحاظ خود فاعل فرق میکنه. اینه که ذات اقدس اله در قرآن کریم گاهی شدت و ضعف ظلم را به لحاظ متعلق می داند، نظیر همین آیه. گاهی به لحاظ فاعل بررسی می کند، نظیر اون که در سوره مبارکه احزاب و حق آمده است. در سوره احزاب به همسرای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید، آیه 32 سوره احزاب، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قولن قولا معروفا. فرمود چه تقوای شما چه ترک تقوای شما این یکسان نیست. شما اگر با تقوا بودید پاداشتون دو برابر دیگران است، برای اینکه هم تقوا را رعایت کردید هم حیثیت بیت نبوت را رعایت کردید، و اگر خدای ناکرده کاری بر خلاف تقوا انجام بدید کیفرتون دو برابر دیگران است، و اینکه هم معصیت کردید و هم حیثیت بیت نبوت را زیر سوال بردید. لذا شما با زنهای دیگر فرق میکنید، لستونه که عهده میدن نسا. لذا هم در باره عذاب فرمود اگرچه اون چه معصیت کردید عذابتون دو برابر خواهد بود، و هم در باره اطاعت فرمود اگر شما اطاعت کردید پاداشتون دو برابر خواهد. بالاتر از اعضای بیت نبوت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در سوره مبارکه حاقم آیه 44 به بعد این است، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. فرمود اگر چنون چه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله بخواهد چیز باطلی را به خدا اسناد بدهد، یعنی چیزی را که ما گفتیم او نرساند، کتمان کند، چیزی را که نگفتیم به ما اسناد بدهد، یه خلافی را به خدا اسناد بدهد،
پاری خدا نسبت به اون میکند که نسبت به کسی دیگه نمیکند. همون رگ حیات او را قطع میکنیم، قدرت رو از او میگیریم، احدی نمیتواند حمایت بکند. چرا؟ برای اینکه خیلی سرمایه گذاری شده است از جهان طبیعت و ماورای طبیعت تا یه همچه انسانی به بار بیاید، و این انسان الان وجیه اندن ناس است، حرف او مقبول است، حرف او به نام دین است. اگر چنون که او چیزی را به عنوان خلاف بگوید حتما به عنوان دین تثبیت می شود، لذا خدا ابدا به او مهلت نخواهد داد. اما متنبیان در عالم کم نبودند، کسانی آمدند داعیه نبوت داشتند، به زعم باطل خود کتاب آوردند. خدا هم خیلی با اونها سخت رفتاری بکند به عنوان بد شدید به حیات اونا زود خاتم بدهد، این چی نبودی مقدار مهلت داد، بل البته رسوا شدن. اما اینجور تهدیدی که خدا کرد، فمون رو تقبل علینا بعد العقابی لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه نروبتین فما منکم من احد عنه حاجزین، این درباره کسانی که ادعای نبوت کردن اینجور نبود. شما آمار متنبیان رو که بررسی میکنید میبینید کمتر از آمار انبیان است. هر وقت این سکه قبولی خورد عده دایداران نبوت شدن، گفتن ما پیغمبریم. خدا یه عده رو به حال طبیعی گذاشت، یه عده رو از مردم از بین بردن، یه عده کم کم رسوا شدن، بساطشون برچیده شد. اما این جوری که در سوره حاق تهدید کرد با اونا اینجور رفتار نکرد، ولی درباره شخص پیغمبر این کار کرد. فرمود اگر معاذ الله کمترین قولی تقبل بکنه، به ما اسناد بدهد، حرفی که ما نگفتیم به نام ما ثبت بدهد، ما به او مهلت نخواهیم داد، من که حرف او مقبول است و سبقه دینی پیدا کرده است. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. گاهی هم که میبینید اگر بعض از روحانیون خدا اینا کرده پاشون بلغزد، خدا شدید البطش است و سریع الحساب، برای آن است که مبادا این شخص با این چهره دینی بماند و حرف او در جامعه متدینی اثر سو بگذارد. اگر یه وقتی کسی وجیه اندن ناز شد، خدا اینا کرده بخواهد از این وجاهت سوء استفاده بکند، خدا زود به حیات او خاتمه میدهد، برای اینکه این مستقیما آسیب به دین او میرساند. اما متنبیان نه، این چنین نیست. خب پس معلوم شود گاهی شدت ظلم برای آن است که همین فعل از یک انسان وجیه اندن ناسادر می شود. گاهی هم شدت ظلم به لحاظ متعلق است. اونجا که شدت ظلم به لحاظ متعلق باشد، همان است که در وصایای ائمه علیهم السلام هست، حتی گفتم وجود مبارک سید شهدا سلام الله در اون آخرین لحظات تودیعش به فرزند بزرگوارش امام سجاد سلام الله علیه این جمله را نصیحت کرد، که همین جمله را وجود مبارک امام سجاد در آخرین لحظات عمر پربرکتش به فرزندشون امام باقر سلام الله علیه ما نصیحت کردن، که یا بنی ایاک و ظلم من لا یزید علیک احدا الا الله. فرمود ظلم که خب بالاخره قبیح است و بد است، ولی به اون بیچاره‌ای که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکن، مقدار ستم همان است. ولی این مظلوم چون دل شکسته است و احدی جز خدا یاور او نیست، این در دعا مخلص است. بشون در دعا مخلص است، دعای مظلوم یقینا اثر میکنه. بعضی هستن که اگه به اونها ظلم بشود، به قدرت خود یا به قدرت قبیله یا به قدرت ثروت یا به قدرت فرزند خود متکیان، اهل دعا نیستن، قلبشون بشکند و دعا بکنن، یا برفرض دعا بکنن در این حال که دعا میکنن به زور خود و قبیله خود و مال خود هم متکیان که انتقام بگیرن. ولی اون کسی که هیچ پناه جز خدا ندارد، این دعای او خالص است، که این دعای مؤثر است، این دعای موحدانه است، ایاک ظلم من لا یجب علیک ناصر الا الله. خب پس معلوم میشود که شدت و ضعف ظلم گاهی به لحاظ متن خود فعل است، گاهی به لحاظ ظالم است، گاهی به لحاظ مظلوم. در جریان توحید و شرک دو عنصر از این عناصر سگانه محوری یافت میشود، یعنی خود این عمل شدید است، خود این، چون هیچ گناهی بدتر از شرک نیست، اعظم کبائر شرک است.
در بین معاصی بعضی صغیرن بعضی کبیرن بعضی اکبر، اکبر معاصی شرک است. خود این عمل بد است، چون اساس عقیده همین است. اون طور دیگران است که به لحاظ ذات اقدس اله است که حق الله را دارد ضایع میکند. یعنی خدایی که لا شریک له و در تدبیر عالم هیچ کسی غیر او نقشی نداشت، چنگ در آفرینش عالم هیچ کسی غیر از خدا نقشی نداشت و در تدبیر عالم غیر از خدا احدی سهمی ندارد، کسی بیاید موجودی که هیچ سهمی ندارد او را همتای خدای قرار بدهد که خالق کل شی، بعدم در قیامت اعتراف میکند اد مصویکم رب العالمین. یعنی ما مشرکین در قیامت میگن ما اشتباه این بود که این بت‌ها را مساوی با الله قرار میدادیم. پس هم خود این عمل فی نفسه، چون عمل اعتقادی است به جانه ایست، غیر از جواره است، غیر از عمل جواره ایست، با عمل دیگه فرق میکند، و هم به لحاظ متعلقش این ظلم از سایر ظلم ها قبیح تر است. لذا چه در سوره صف، چه در این سوره انعام که محل بحث است و موارد دیگر، می فرماید هیچ ظلمی بالاتر از شرک نیست. و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاتی. خب اونجا که مستقیما شرک است، خود عمل فی نفسه بسیار قبیح است، متعلق عمل هم که ذات اقدس اله است، چون اکبر و شهادتن است. این کسی که اکبر و شهادتن است شهادت میدهد وحدانیت، کسی که حق محض است مدعی وحدانیت است و انسان حرف او را نمیپذیرد، در حقیقت او را تکذیب میکند. در توحید یا افترا بنده در نبوت، افترا به این معناست کسی که کاری را که خدا نکرد او بگوید کرد، یا کاری را که خدا کرد او بگوید نکرد. اون متنبی افترا می‌بندد، خدا او را اعزام نکرد، او میگوید خدا مرا ارسال کرد. منکر نبوت از سوی دیگر افترا می‌بندد، خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا انبیای دیگر علیهم السلام را اعزام کرد، این شخص میگوید خدا اینها را اعزام نکرد. پس متنبی منفی را مثبت میکند، کار را که خدا نکرد به خدا اسناد میدهد، میگوید خدا این کار را کرد مرا اعزام کرد. منکر نبوت مثبت را منفی میکند، یعنی کسی را که خدا اعزام کرد او نفی میکند، میگوید تو را خدا اعزام نکرده است. همه اینها افتراست. یه وقت است که افترا بر خداست، چه در توحید چه در نبوت مانند اون. یه وقتی تکذیب آیات الهی است، تکذیب آیات الهی هم گاهی به توحید برمیگردد، گاهی هم به نبوت. به توحید برگردد به این معناست که قرآن کریم سراسر جهان تکوین را آیات الهی میشمارد. اگر کسی بیاید اینا تکذیب کند، باید هیچ کدام از اینها آیه حق نیستند. یا معجزاتی را که خدا به دست انبیاء علیهم السلام اظهار کرده است، اینا آیات نبوتند و آیات توحید هم میتوانند باشند، گرچه آیات اصل ثانه نیستند. اگر کسی بیاید این آیات را انکار بکند، بگوید اینها نه دلیل بر نبوتند نه دلیل بر توحید، البته اصل اثبات ثانه به وسیله آیات انبیاء ثابت نمیشود، ولی توحید ثابت می شود به نبوت انبیا. خب اگر کسی آیات الهی را تکذیب کرد یا خودش داعیه دروغ داشته باشد، به هر تقدیر جزء ظالم ترین انسان هاست. ان الشرک لظلم عظیم، چه این که تکذیب آیات الهی هم ظلم عظیم است. و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا. خب در بحث توحید آیاتی که از اول سوره مبارکه انعام شروع شدیم بود، خدا چون خالق است و مجموعه عالم خلقت اوست، پس شریک ندارد. چه این که مجموعه ظلمات و نور مجعول اوست، پس شریک ندارد. الان بعد از اون برهان نظری از مسائل حکمت عملی هم کمک گرفته می شود.
که فرمود و من علم من افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته، یعنی اگه کسی حق محض را یا سخن حق محض را تکذیب کرده است، این جزء ظالم ترین انسان هاست. صغرای قیاس این است انه لا یفلح الظالمون، کبرای قیاس و لا یفلح احد من الظالمین پس لا یفلح هذا الظالم. فلاح یعنی به مقصد رسیدن، سعادتمند شدن. خب پس کسی که کاذب است یا مکذب نه تنها ظالم است بلکه اظلم الناس است. پس فالکاذب والمکذب ظالمون و لا یفلح الظالمون یعنی لا یفلح احد من الظالمین، پس فالکاذب و کذ المکذب لا یفلح، این هرگز به مقصد نمیرسد. کبرای قیاس به صورت انه لا یفلح الظالمون ذکر شد، صغرای قیاس به این صورت به من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب آیاته یاد شد. وقتی ظالم اهل فلاح نباشد، اظلم الناس به طریق اولا اهل فلاح نیست. و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته انه لا یفلح الظالمون. و تمام معاصی را انسان وقتی تحلیل می کند به ظلم برمی گردد، چنگ تمام طاعات را وقتی تحلیل می کند به عدل برمی گردد. عدل و ظلم در مسئله حکمت عملی زیربنای همه مسائلن. این دوتا امر روشنن، بینن، سایر مباحث حکمت عملی با این دوتا بین حل می شود. همانطوری که در مسائل حکمت نظری اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین بین الغین استحاله اونها روشن است، سایر مسائل حکمت نظری به اونها برمیگردن. غرض آن است که مسائل نظری حکمت نظری را به اون اجتماع نقیزین برمیگردنن و به ارتفاع نقیزین، مسائل پیچیده حکمت عملی را به قبح ظلم و حسن عدل برمیگردنن. لذا قرآن کریم در تحلیل حکمت عملی از ظلم به عنوان حد وسط یاد میکنن. و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون. خب چرا این شخص اظلم است؟ برای اینکه گذشته از اینکه نسبت به خود اصل عمل بسیار قبیح است و گذشته از اینکه نسبت به متعلقش این عمل بسیار قبیح است، به حیات خود انسان هم خاتمه خواهد داد. یه وقتی انسان ظلم مالی دارد نسبت به دیگران، این جزء معاصی کبیر است و بعد از این مدت سوخت و سوز قابل علاج هست، چون کفر نیست که مخلدی در نار باشد. یه وقتی از کسی هستی خود را اونچنان تومه ی آتش میکند که برای ابد باید بسوزد، خب از این جهت هم میشه از ظالمترین مردم. برای اینکه هر کاری که انسان انجام میدهد به خود ظلم میکند، چون عمل که عامل را رها نمیکند به دیگری نمیرسد، که سایه عمل است که به دیگری میرسد. اگرم احسان باشد سایه کار خیر است که به غیر میرسد، و اگر اساءه باشد سایه کار شر است که به دیگری میرسد. وگرنه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. حالا اگر کسی دیگری را مظلومانه کشت، اون شخص یه حیات زودگذری را در دنیا از دست داد، بعدم به سعادت ابد میرسد در بهشت. ولی این شخص به عذاب ابد گرفتار میشود. پس اون چرا که ظالم نسبت به خود میکند چندین برابر اون چیزیست که به غیر انجام میدهد، سایه کار اوست به دیگری میرسد. مثل کسی که در درون خانه خود یک کنیف بدبوی حفر بکند که آنا اللیل و اطراف النهار از بوی این کنیف در زحمت است، گاهی هم که باد میزند آبر پشت کوچه را متعزی میکند. در حسنات هم همین طور است. اگر کسی در درون منزلش روح و ریحان قرص کند، دائما خود لذت میبرد، گاهی هم که نسیم میوزد آبر پشت کوچه را متنعم میکند. هر کار خیلی در حقیقت به خود انسان برمیگردد، بالاصاله آثار ضعیفش به دیگری برمیگردد. هر کار شدی هم این چه این است. خب اگر کسی ظلم کرد، اونم ظلم در این حد،
در حقیقت به سرمایه ابد خود ظلم کرده است. گرامود به ما لرمهم الله براکن انفسه هم یدلمون. این نشر که ظلم عظیم یعنی ظلم به خود آدم. وگرنه چیزی که از خدا کم نمی شود که او که غنی محض است انسان چه می کند؟ چیزی را از او می کاهد؟ چیزی را بر او تحمیل می کند؟ حق را از او سلب می کند؟ او که حق محض است، حق محض که مسلوب نمی شود. در حقیقت هر ستم هر معصیتی ظلم است به خود عاصی. این ظلم به عاصی درکاتی دارد. یه وقت از انسان یک چشم خودو کور میکند، یه وقتی دو چشمشو کور میکند، یه وقتی هر دو چشم و هر دو گوش را کور و کر میکند، یه وقتی گذشته از اینها زبان خود را قطع میکند، یه وقتی اصل حیات خود را از بین میبرد. اینا همه درکاتی است علیه خود آدم. منتها بعضها دون بعض است، بعضها فوق بعض است. این که فرمود به من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، میخواد بفهمد به این که ظلم نسبت به خود آدم است. چرا؟ برای این که انه لا یفلح الظالمون. وگرنه نسبت به ذات اقدس اله که غنی محض است ظلم اصلا فرض نداره. والحمد لله رب العالمین.